عجیب سردار دیرد تا اینجا بدست لحنین قدر همش دارد با هر حال از نجیب خلاص شده اساس باید اینجا یکی میبود بعد این کار ما حل میشد نجیب چی مورد چی زنده ماند به ما فرقی ندارد نوبت او هم می آید مینیک خیلی چیکار کنیم در نصیب ما نبوده است تو را در این روزها خوشنود کردن بسیار هم مشکل است کیا اگر خواهی از پایی گید شو کنی به ما همان قابلیت را نشان ده نه در کار نیست این کاری خطرناک است سرش مغلزه من دیگه تو نورو با خود جلب میکنم درحال اینجا را ترک کنید گروه مخصوصی بمباجو را زنگ زنید خبری بمب کیها آزاده شده بود برادر تو دیگرش رو یا با اون طرف تو کیستی برادر من یک یاردمچی همین خلق هستم من حادثه را با چشمانم دیدم گر نگونخته باید دستگیر کنید ایستو قبوله ایستید چیکار میکنید ایستید یک دقیقه ایستید آخر من چیکار کردم او را بره ایستید من را با کجا میبرید جانکانی من اینجا بیاید نبای سردارم از پس من بیاید نجیب میموند مگر باره های بدنش را هم نمییابند اما دشمنی اساسی همان زنده است اگر یگیت میمرد انا بعد توی میکردیم آدمی که یگیت را به وای رسانده بود او را نیست کردیم ما را بسیار غم داد او را خریده نتوانستیم بر زمین او هیچ گونه کارمند دولتی نیست اگر به او از یگان جای مدد رسد سلطنت ما را نیست و نابود میکند تو حالا یگیت میگویی مینیک بس کن گریه و ناله را یگیت را میکشیم فهمیدی؟ همیشه همین خیل میگویم اما باز زنده ماندو از بیش همان برامده مانه کارمان میشود پس هم ما را نابکار میگویم اکنون در حقیقت شبه کردن را سر کردم نابکار مایه مگر حاضر تو را در اینجا سر میزنم دیگر نه شبه میماند و نه سواله مرا شنیده ما می رویم شما پاره های جسد نجیب را یافته در نزد امنیت پرتایید ای تو اثر دارم اگر یگان چیز باقی مانده باشد تو ماشین نجیب را نظارت کن و ماشین ما را هم پرتا تو درون را یک دیده برا در حال یگان شخصی را باید یافت تا به جای نجیب گذارد میلی سویلای یک چند رفیقم هست اما حالا سری وظیفه هستم من کوشش میکنم که آنها را راضی کنم سری وظیفه چگب خودش؟ آیا کسی داریم که ترور را راهبری کند؟ جناب بود اما بسیاری آنها با هر گونه بهانه و افشا شدن جرمهایشان از این کار دست کشیدند سالهای دراز برای نسل جوان را به اخلاق کردن کوشش زیاد کردیم دولت را به خواست خودمان راه بلدی میکردیم در آخر در دست تمام شخصیت های باقی موندند که از سیاست بوی نبرده تنها فکر خود را میکنم متاسفانه آن تیغی که برای این دولت تیار کردیم هر دو طرفش تیز بوده است حالا باشد طرف دیگرش دست خودمون را میبرد زود ناامید نشو مینیک
پیکاس از دستت هر چیزی که می آید بکن. بعد شخصی یافتن لازم که ظاهران دیندار ملت پرست و زراعتکار باشد. فهما جناب، من با سر و کار میگیرم. یاری تجلی آمد؟ بله آمد. یک دقیقه آقای مامور، از برای خدا گوش کنید مرا. من چیکار کردم؟ حیات شما رو نجات دادم. آیا این بمب را شما به ضرر گردوندید؟ بله البته این کار رو من کردم. بله من کردم، اما وظیفه من دیگر است. چخل آن را دیده؟ چخل توانسته؟ البته دیدم که ابزار آن آدم ویران است. خود به خود گفتم که اینجا چی گپی است. ناگهان دیدم که در زیر لباسش بمب است. گفتم که اینجا بیا به شرف، از گلویش گرفتم. چرا دروغ میگویی؟ یک دقیقه برادر، آیا تو دیدی؟ برای چی چیزی را که ندیدی دروغ میگویی؟ ما ندیدم، اما اینو مکن دیده است. بمب را همین کس به ضرر گردوند. نه این نبود، یک آدم سبزی نرنگ بود، گمانم گریخت. چی خیلی سبزی نرنگ؟ من بودم آخه، من. دروغ نگوی. آن آدم با کجا گریخت؟ از کجا دارم برادر؟ با اون طرف را. نامتون چی بود؟ خیری کدراغلو، در سرلوه هم خیلی نمیسی. خیری خهرمان انسان های بیگناه رو نجات داد. فهمو ها؟ این رو نمیسید. مرحمت، عکس برداری کنید. کلبه همان ترکید. اکنون به کجا می رویم؟ باز مثل موشها گریخته پینهان شده اون پسر می بریم چی؟ اینی، زبان تو دراز شده است. خدا چی گفتند رو می فهمی؟ هوشیار باش. سرت را در بالا نمانده خم کن. پس از اکنونی؟ بیا می رویم. نباشد یکان نامعقولیه میکنی. مرحمت جناب. مرحمت. بمب ترکانت به جهنم رفت. اکنون نوبت توست بیسگار. پیدا کردی؟ با گمانم پاره پاره شده. برادر اکنون چیکار میکنی؟ شاید دست و پایش باقی مانده است. گرفته در نزد امنیت میگذاریم. اینجا چیزی هست؟ نه. آنها کنی درو؟ من از کجا میدونم برادر؟ با گمانم مرده است، بیا او را میبرداره. یانه بینید، یک موشی به طرف چپ گشت، با یگیت مانندی داشت. تو را واهمه یگیت خوب زیر کرده است. دیگر آیدی یگیت چیز شنیدن نمیخوام. دهانت را پوش. زنده است چی؟ در حقیقت نمرده است. ما
نباشد کشتنی وای نصیبی ما میگردد. در حقیقت هم نجیب سردار نور جانا بوده است. پیش از مردن دگان سخنی داری؟ اکنون چیکار میکنه؟ چیخه چیکار میکنه؟ میگورزیم ما ماشین سوار شو. سردارم بردازه تو زودتر از کفای بوم میواد زودتر های کن زودتر های کن گم شد و فکرم سوزش گلیش تمام شد. صبر کنید سردارم حاضر میرسم طاقت کنید. یکیتم رفت دیگر علاج نداری نجیب سردار. دیوانه چیکار میکنن؟ با بالای من هم میکنن. با بیرون برا. برا. بپرانم. اگر او را رها کنید شاید که شما را زنده مانند. با من سودا نکن. سیراد را بازم این فرطا. پرده میگویم بکشم رحم نکرده بسرش میپرانم پرده میگویم مرحمت داری از آقای دوست خوش آمده آقای دوست در اینجا چی گپ شد؟ آقای دوست کن یک بمب رو به ضرر کردم احوالش خیر اون مرده است یگان حجتی دارد شاهد هست از کیسه‌اش یگان چیز نبرآمد لیکن یک شخص رو دستگیر کرده بمب را بیکار کرده است؟ نه دوستیتون شخصی اساسی گرفته است دیگرش باشد در اینجا این کاری خیری است؟ باز این ها پس آدمی گرفته یگیت است نوری دیده تاج سر رو قوی دوستیتون خوش آمدی نیازی من حاضر گفتنی هم که نه ندیدم نشنیدم من نمیدونم گب را دراز نکن یکی در کجاست خیری گفتم که نمیدونم چند روز شد که ندیدم از اون خبری ندارم نیازی به نجیب سردار خبر ده زود به اینجا بیان پس از کجا فهمیدید که در اینجا بمب است برای چی به امنیت خبر نمیدید خیری بیزار شدم از این قهرمانی های شما آقای دوستان من به این حادثه علاقه ندارم من سیروگش میکردم دیدم که جنازه شهیده است در حال بسافی سودم گفتم که یک دعای خیر کنم این سخنهایت را با چوجه ها فهمان خیری آقای دوستان تلفنش خاموش است آیا گروهی بمب بیکار کنندگان نامدند حاضر می آیند آقای دوستان
بیانات شاهدان را گیرید. کنی بینید یکان کس دیده یا شنیده است. به نوارهای خبرنگاران نظر کنید. مایلش مایلش. کنی رفی خواهش میدید سخنانی آقای داستان را؟ سلاحت را میپرتایی یا نه؟ نباشد سردارت را میپرانم. رحم نکرده میپرانم. پرتا میگویم. این مرگت را میخوانی سگ بچه. تو چیو میگویی؟ میگویم که گناه سری من ساخت شد. با شما چی شد سردارم؟ سردارم چی ها دارید؟ راستی بله منم سردارم منم اتماس بکنم آرام شوید آرام شوید خفا روید اینجا بمبه رو بزرر میکنم خلال نرسونید خفا روید اتماس بکنم نزدیک نشوید اتماس بچه ها دورتر روید دورتر روید اینجا خف نخست دورتر روید اتماس سردیه سردارو عکس برداری کنید رفیقان نزدیک نشوید رادیه مانه تو یکی کارمون سردارم خواهش میکنم به خود بیایید سردارم چشمانتان را کشوید سردارم طاقت کنید یکید با دقت باش سردارم التیموز به خود بیایید کمی دیگر صبر کنید انشاءالله همش خوب میشود ای برادران شما چیکار میکنید؟ اگر من نمیشنم شما میمردید همین خیلی ملت دارو میکنید ها؟ اصلا تو را با آنها دادن لازم بود اما باز غمی تو را ما خوردیم ها؟ یگید احوال من بسیار بد است سرم درد میکند مرا با حال خدا ببخشید ما... سردارم شما را به این حال تنها نمیگذارم خیزید اگر مرا نجات هم دهی از من خلاصی نداری این را میدانی میدانم سردارم میدانم حالا که فرصت داری گریز نه نمیگریزم سردارم وقتی که شما از پای من میشوید حیات برایم باز هم عجیبتر و پرهیجانتر میشود سردارم این گریختن ها و دستیر کردن ها با شما لذتی خاصه دارد علاوه بر این اگر من سرکش شدم ولی شما برای این وطن ضرور هستید سردارم اگید اگید مراتب من روح خودم رو دیدم بگمانم که رحلت میکنم سردارم چشمانان رو کشاید سردارم خواهش میکنم سردارم خیزید سردارم سردارم طاقت کنید سردارم حاضر سردارم طاقت کنید التماس سردارم خوش آمدید آلی جناب خوش باشید کاری یگی چی شد؟ حل کرده؟ حل میکنیم و دیرتر نتوانستیم یگید نه آمد اما از پیش رو همون نجیب بر آمد بسیار خوب به هر حال از این درد سر خلاص شدیم مسئله جنازه شهیدی شما چی شد؟ چی شد؟ آیا یکان حادثه ای رخ داد؟ التماس نگوید که کامیاب نشدیم متاسفانه کسی مراد را از بین برده است
انیق کاری یگیت است. نباشد برای همین به خانه نامد. این امکانی آخری نمون بود سمی. برای چی اهمیت ندادید؟ برای چی پیشگیری نکردید؟ آره جناب نمیدونستم. فکر کردیم یگیت به اونجا نمیآید. یعنی آمده نمیتوانست. هیچ تصور کرده نمیتوانم در حالی که پلیس از دنبالش است. البته تصور کرده نمیتوانید. شما را نمیشناسید. آنها برای دیگران جانشان را فدا میکنند. ما میشناسیم. بعد چی شد؟ کامیاب نشدیم. کامیاب نشدیم. خاموش باش مینیک. امروز گذشت. بس کن خاموش را. نباشد تو را من ابدا خاموش میکنم. فهمیدی؟ کنی همه بدرون دروید. شیرک من و بای ساردورو چند آدمی که هست به این داجه زن همه باید شار شود. یگید تا حال در همین جاست. یگان نفهمیه که شد با من خبر دیهد. تو ها ساردورو زود باش. تو شار شو. در حدیث آمده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سودیس و ابراهیم از سرایم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. این کار این خیلی نمی شود عالی جناب. در هر یک قدم این زده همان پیشی راه ما را می بندند. مینیک چی کار میکنی؟ از حد گذراندی. مان گب زند دلش را خالی کند. محترم آل جناب، وطن از دست می رود. در سرمون گشته و برگشته ضربه می زنند. پیش راه یک چند کودک دیهاتی را گرفته نمی توانیم. یک سردار امنیت و یک سرکمی سرچه جان همه همون را به نوک بینی آورده است. این از مگر قوه تعریف کرده گلدیا. آیا عاقبت فعالیت بزرگی که تا به حجره های وطن در آمده بودیم همین خیل می شد؟ آیا پنج انقلابی کرده همون برای دو سه سال سری قدرت آمدن بود و خلاص؟ آیا عاقبت چندین فتنه و خرخشه کرده امان این خیل باید انجام میافت؟ همین از مگر قوه ارکن کاندو نصف ما در محبس است. ما باشیم شرمندوار گشتیم. مرا گوش کن مینیک. جانم را به نوک بینیم آوردی. دهانت را پوش. نباشد زبانت را میبرم. نمیپوشم. وقت آمده است که بعضا سخنها را عیان گفتن در کل. آرزو از دستش هر چیزی که آید میکنن. عزیز خانم باشد شب و روز نگفته برای ما نسل نورس را بوایه میرساند. سمی جانش را در خطر گذاشته با هر بهانه ما را از محبس میبرارد. پس ما چیکار میکنیم؟ یک یگیچه را کشته نمیتوانیم. این سخن هایتان حقیقت ندارد آلی جناب. چی خیل ندارد سمی؟ 100% حق است. نابکاریم. این را باید قبول کرد. نوبکارم گوش کنه. این نوبکار تو میدونی چی کار میکنم؟ تو کسی مرا میزدی؟ پیکاسیست جنابان بس کنید. مرا دشمنان هم اینقدر پس نزده بودن پیکاس. حتی از آنها این خرفتو را ندیده بودم. آلی جناب این شلاقی زده را میخواهم. پیکاس جوابش را گوید. در حال میخواهم. اگر مرد باشی خودت از من برسی کنی بیرون. جنابان التجا میکنم ایستید. وقتی یک دیگر را خوردن نیست. آرام شو. زورت به من رسیده. خیلی خوب شد که شما را بخوردم. آه آقایگی
این دادم نیست مگر؟ شما در اینجا چیکار میکنی؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ جیگیت با نجیب چی کردی؟ آقا جیگیت با دادم چی شد؟ بگو با او چی کردی؟ جیگیت گفتن چی موقع رو داد؟ تو دیگر همکاری من نیستی، با تو دیگر همکاری نمی کنم. مینیگ عقلت رو بسر گیر، از حد گذراندی تو. آهل جنو، این خودش چی گپ است؟ مثل من بر این یک شخص بزرگ زبردست و داهی را این نابکار تحقیر کرد. شما باشید برای کاری کرده او خاموش میستید، آخر چارش را بیلد آلی جناب. چی؟ چی گفتی؟ آرام شو بکر، حاضر من به تو نابکار را ایشون میدیشم. جناب فیسگار آنها را بغض دارید. بس کنید، بس کنید گفتم. خودت با دست گیر، خودت با دست گیر. با بیرون برو. چخیل، چخیل آلی جناب. بیرون برو گفتم. سردارم، با گمانم شما چی گفتن تو رو نفهمیده. دف شو از اینجا، نیست شو از پیشم. تو رو چشمم نبیند. سمی، او را گرفته ببر. سردارم، بیا کمی برآمده هوای تازه کنیم. بیا. این ناممکن است سمی. سمی برادر، آخر این رو بین، التماس آرام شو بودم، من حل میکنم این کارو، بعدا میگم هم بخیر. این رو بین که خودش نمیخیر، من حل میکنم، التماس. آخر چی حل میکنی؟ آم برام بزده گوش. بیا شما دیدید، آرام شو دیدید، آخر این چی گذرد؟ آب بیار. نه آب نیار، نمینوشان. نخود که این خدر بیقدر شده باشم. اگر اثری من رو با گلیوود میدادن، هیکلم را از آب تلا نقاشی می‌کنم. آبرو نوشید. این کارهایی کرده تون عیب و شرم شد، پاره پاره شدیم و یک دیگر رو چشمی دیدن نداریم. همش عیب پیکس است. او کامیاب نمیشه و تو قهرش رو از ما میگی. مرحمت کنی گبزن و دادم چی کار کردی؟ او رو کشتی ها گبزن؟ تو چی ها میگوی نوربانا؟ مگر من داده ای تو را میکشم؟ دروغگو نباشد گبزم، برای چی زخم برداشته است؟ برای چی؟ شما برای چی این خیر فکری بد میکنید؟ نخواد که من بسری او دست بردارم، از برای خدا. برای چی فکر نکنیم؟ تو نبودی که بر سرش سلاح موندی. کاش این کاری تو نباشد، کاش این سخنهایت راست باشند. یکی شما مرا دیوانه نکنید. نخواد که من بنجی تردال خزی بده داشته باشم، در حالی که من آمادم جانم را برای او فدا کنم، مگر به خود اجازت میدهم که به او ضرر برسد. میبخشی او، لیکن بعد اینقدر حادثه ها از تو همه کار را انتظار شدن ممکن. آرام شوید آقای. نه آرام نمیشوم. با من سود سود کلمه آرام شوید نگوید. آرام نمیشوم. همه همون از یک طرفیم. این کار خوب نشد. پیکاس و پیسگار دوستان جانی می باشند. چی با پیکاس لافزنی، چی با پیسگار، هر دوش یک است. تا حال نمی فهمم که پیسگار اون نابکار رو چخیل همراه خودش می گیرد. تو کارهای بسیار خوب رو انجام داده ایساده ایسمی، بسیار آدم ها رو از محبس خلاص می کنی. همه ای کارها دقیق و صحیح است. نظریه دعوای محکم کردن پرتیه کاری تو بود. یا خانم عزیزه، انسان مکمل است. کودکان کم بزاعت را انتخاب کرده ضد مقدسات ترکیه بوایه می رساند. بعدا آنها را به افسران خاندار کرده با جاسوسی وظیفه دار می کند. آنها چیکار می کنند؟ سالهای دراز است که گویا نسل نو را باسواد کرده این سرزمین را به پا می خیزاند. ویران کنی؟ اینه نمی خیلی. اصلا من
رفته با پیسگار روبرو سخن میکنم. من میروم. بله من میروم روبرو سخن میکنم. های آرام شو آرام شو. ایستید آقای کایر، به این هم همه در غضب است آخیر. از برای خدا گپ زن، از برای خدا گپ زن، ما با تو چی بدی کردیم؟ برای چی همه این کار رو زیدیم و میکنیگی؟ نانمون رو با تو تقسیم کردیم، دری خونه همون رو برای عدکو شدیم، عکا شدیم، اپر شدیم. چی کاری خطا کردیم که تو علیه ما این کار رو روا دیدیگی؟ اپا خروم شدید اپا نیست. گب زن از ما چی خطا گذاشت؟ فهمون تو که فهمیم نجیب تو را مثلی برادر دست می داشت، از همه کس و از همه چیز بسیار در دست می داشت. فهمون آرام شو. آرام شو. گفتم که می روم. آقای مینیک، این کاری کردتون در حقیقتن مرا به تعجب آورد. شما بر این شخصی با عبرون نخود چینی رفتار کنند؟ چقدر رفتار کنم؟ مثل یک آدمی عادی مرا پس زدن. نباید صبر و تحمل رو از دست داد. اگر غضبناکم که شوید نباید نمایان کنید. این همه رو ما از شما آموختیم. پس اون فکرهای سهرناکی که به همه می گفتید حالا کجا شدند؟ وقتی که شما سخن کنید انسان ها مثل جادو کرده شده می شوند. جنگ رو آغاز می کردید. شما مغز سر ارکین کندو می باشید. غضبتون رو فروی نبردنتون مرا به حیرت آورد. راست میگویی. گوش کنید آقای مینیک، به شما یک چیز رو میگویم، اما التماس بین خودمون ماند. التماس میکنم. بگو. از ناکامی پیکاس و پیساگور مثل شما ما خیلی ناراحتیم. مدت زیادی شد. اگر خواهید این مشکلی ها رو با راهی دیگر حل میکنیم. یعنی چقدر حل میکنیم؟ کمی فکر کنیم. سری همه امون در بلاست. این زمان یا اون زمان امنیت ما رو دستگیر میکند. ناکامی و بیهای آنها نمیشود، ما مگر به این احوال گرفتار میشدیم؟ البته نه، لیکن من تا حال فکر میکنم که این کار را چی طور حل کنیم. مثلا به انجمن یک قربانی تکلیف کرده میتوانید؟ یعنی چخیل؟ پیسگار را میفروشیم؟ کلمه فروختن آنقدر خوب نیست، لیکن ما آنها را میفروشیم. باید با انجمنی بزرگ مشورت کنیم. قربانی؟ مشورت؟ دادو گریفت؟ این صدا به گوش آنقدر خوب نمیاد. چرا نه؟ آخر آنها مغز سر نیستن. آنها از پایه عبارت می باشن. در بدن تنها مغز سر عوض کرده نمی شود. دیگر عضوها مثل دست و پا همیشه عوض کرده می شود. حجره نو، درس بیولوژی. اما چه؟ ایچی خاموشی یگیت. یگیت بیسرم برای چی خاموش میستی؟ چرا گپ نمیزنی یگیر؟ شما برای چی خاموش میکنید؟ قسم میخورم که من با نجی تردار یگان کاری نکردم. یگان کار او رو در همین حال یافتم و ماشین سوار و میمار خانه آوردم. نباشد برای چی به سرش سلاح موندی؟ مجبور بودم، علاجه نداشتم. برای چی مجبور بودی؟ برای چی؟ برای چی؟ بچه برای چی با او گپ میزنید؟ من رفته پلیس رو جر میزنم. میم دو رو برای چی زدی؟ گپ زن او رو برای چی زدی؟ اگر میمورد یا معیوب میشود چی؟ ها؟ اگر من او رو یرادار نمیکردم او حتما مرا میکشت. پس چیکار میکردم؟ گویه چیکار میکردم؟ تو رو میکشت چون که تو دیگر اون رو کشته بودی. الپری، نوربانو، رفته با پلیس خبر دیه. بیا الپری، رفتیم. این کار رو نکنید. چی کار میکنی ایگید؟ آیا بسری آنها هم سلاح میگذاری؟ بس کنید، دور سمید از دستم. من رو به حال خود گذارید. هم گناهگاری هم بسری ما داد میزنیم. تا
تو با کدوم عقلت به ما داد میزنی؟ رانا، اگر من نمیخودم حالا نجیب سردار مرده بود، اما شما مرا فهمیدن نمیخواهد، باز مرا گناهگار کردن میخواهد، همین خلده خیر بایلش، اینش را هم تحمل میکنم، بس است. تا بازدید، اپه ایمانید مایلش، باید آرام شوم. کنی بزیر دلم یاد فکر کنم. چی کار میکنی منی؟ فکر میکنم. باز چی کار کنم؟ چی کار میکنی؟ سمی جان، از تو یک خواهش دارم. حاضر بدرون دارو با پیسگار بگو که از آنها بخشیش پرسیدن میخواهم. بگو که بسیار پشیمان است، حتی از گریه چشمانش ورم کرده است. انا این فکری خوب گبزن که دستویتون را بوسه کردن میخواهد، باز بگو که به زیر پایتون بزانو میزند. طاقت نمیکند، مرا دوست میدارد، البته قبول میکند. البته قبول میکند. زنده باشی آرزو جان، رحمت عزیز خانم، شما در حقیقت دوستان من و رفیقان همدعوای من می باشید. قاتل ایستو پولیس از جوهت نجو را دستگیر کرد. دستو با قفو. من فقط خصاصی پدر و زمجم را ستاندن می خواهم. من عدالت حقیقی را می جویم. خوب است. جزد آقای پولیس. تا پنجا تان رو گیرید. دادم کی بود؟ یکیت گندوزه. در حال خبر دهید که او رو دستگیر کنم. مالش مرکز بشنوی مرکز. همسری نجیب یلماز شماید؟ بله. چی شد؟ دکتر شما رو میگوید. اویا و نجیب حدیثه ای رخ داد؟ نمیدونم. دکتر میگوید نزد من بیاید. اوی چی شد ابو شد؟ برای چی آنها مرا فهمیدن نمیخواهد؟ سردارم هم میمدو هم نسبت آنها فکری بد دارد. برای چی مرا نمیفهمد؟ همه این کار از پسی آن پیسگار بی‌ناموس به سرام آمد. رزیل نابکار. آه بی‌شرف، اگر به قعر زمین هم درای تو را کافته به جهنم میفرستم پیسگار. محترم دکتر، همسرش با من. آقای دکتر مرا جغزتید. بله، سلامتی آقای نجیب خوب است. یکان زخم جدی ندارد. انشالله خوب می شود. خدا شفا دهد. شکری خدا. خدا را شکر. ترسیدم که باز یکان حادثه روی داده باشد. داده؟ نجیب. آقای نجیب خوب است. نترسه خوب است. شما کی به اینجا آمدید؟ ما در همینجا بودیم دادا. باز یارت یکای ممدو آمدیم. نجیب این چی حال است؟ هر روز یک خبر داغی میشنویم. ما با خدا که در سرم دیگر عقل نمونده است. با سر نکن زنک، چکار کنم که در این دولت آدم های بد بسیار باشد. غم نخور، همش میگذرد، همش میگذرد، میگذرد. مرا که جواب میدهد آقای دکتر؟ دو سه روز بعد. امکان پذیر است؟ من اینقدر طاقت نمیکنم. امشب که گذرد باز چاره اش را میبینیم. او را با اتاقش برید. سردارم، با خبر شده در حال آمدم، خدا شفا دهد. تشکر ممدو. به خدا مثل شما بر این سرداری فیدکار را یافته نمی شود. خودتان را زیر بمب پرتافتید سردارم. چی لازم بود آخیرا؟ خدای توبه، با این نگاه کنید باز شوخی میکند. چی یکان جوی خنده آورش است؟ ما را یک دقیقه تنها گذارید. شما هم مندو، کنی به این خشین شین کمی گذاشته شین. بخیر سردارم. مندو باید در حالی گیت رو یابیم. میابیم، اما با این احوالمون چخیل میابیم سردار. تو چخیل میباشی؟ شما گوید سردارم. بفکرم که خوب استی. فهمیدم. این تیری از پایم براورده رو اکنون با پای یگیت خواهم زد. میمدو آرام باش، یگیت حیاتی من رو نجات داد. از امید دارم.
تا حال انسان خوب بودن او را دلم گواهی میدید و این را امید دارم. ایمان ایده مرا گوش کن. از پای ثابت یا اینکه خیری یگید را یا با آنها رفت آمد دارد، فهمو؟ فهمو سردارم، فهمو. خانم همشیره او کجا شد؟ رفت؟ نه عالی جناب، در نزد در است. بسیار غمگین است. اگر اجازه دهید از شما بخشش پرسیدن میخواهد. با او بگو که اکنون دیر شد. اگر تنها خودش حکومت را نیست کند هم او را نمیبخشم. این قدر هم نه پیکاس، تنها از من نه. اگر از پیکاس هم بخشش پرسد قبول میکنم. جناب هر کاری کرده از جزایش را بیند. کایا مینیک برای من شخص معتبر است. بسری همه چنین حادثه ها می آیند. کار یگیت را انجام داده نتوانستیم. به هر حال ما بزرگیم و میبخشیم. جیغ زنید او را. سرداری عزیزم، میدانم که از من رنجیده اید. هر چیزی که میگوید شما حقه. هر جزایی که شما به من میدید من راضی. التجا میکنم مرا ببخشید. میدانید همش برای همین دعوای خودمون بود. عالی جناب، من غلام صادق شما هستم، خدمتگار شما هستم. هزاران بار پشیمان هستم و از شما میخواهم بخشش پرسیده دستتون را ببوسم. مرا ببخشید. مرا غمگین کردی مینیک. سردارم، از آنه که شما را غمگین کنم خودم را از دهم آشانه جان جان گفته میپرتویم. دستتان رو بوسه کردن کافی نیست، بازانو زده پایتان رو میبوسم. نه تنها از من، بلکه از پیکاس هم بخشش برس. بله سردارم، با جان دل. برادر جان، من را ببخش. در داخل آیله این خیلی نافهمی ها میشود. التماس من را ببخش. مایلش؟ من این کار را که کردم ناگهان شد. بسیار هم عذر میخوام. کنی بگو که مرا بخشیدی. پیکاس زودتر باش، تو هم کارو دراز نکن. آیا نمیبینی که کایا مینیک چقدر صمیمی میباشد؟ ای برادر جانیم، اگر بار دیگر همه خطاگی را تکرار کنم سلاح را بسرم مانده پران. مرا کشته به نزد لاشه خوران پردار. مالش مینیک، همین قدر بس است. سلاح را ده. من و پیکاس صمیمی بودن تو را باور کردیم. بعضن حیران می شوم. اتفاق بودنمون را دیده در حقیقت در حیرت می مانم. محترم رفیقان، ما از همین دعوا می باشد که ما را سرجم نگاه می دارد. فکر کنید که بین ما یکان حادثه رخ نداده است. روزهای پیش اومد برای ما خیلی سمی بس. یک کاری کرده مرا امشب به انجمن واخوران. کاری همه اشان را به انجام می رسونند. از زمین تا آسمان حقت سردارم. امانتی که سردارم به من داده بود خیانت کردم. خواهرم را به جای یگیت انتخاب کردم. از پشت من شده سرش در بلا ماند. التماس مرا ببخش. همه ای کارو برای خلاص کردن خواهرم از دست آن نامردان کردم. همه ای کارو ویران کردم. سردارم برای چی این خیل شد؟ امانتی داده‌ات را به جا نآوردم. برادر یگیت را صاحبی کردن نتوانستم. از پشت من شده به دست آن حرامی ها افتید.
همه این کار برای او شد. مرا تهدید کردند. یگیت این را نمیداند. با او گفتن نتوانستم. نمیدانم که او مرا میبخشد یا نه. او به تو جواب داده نمیتواند. من جواب میدهم. یگیت تو را هرگز نمیبخشد ثابت. عالی جناب، التماس این واخوری فوری را خوش بپذیرید. کای مینیک اصرار کرده ایستاده است. چرا؟ عالی جناب، خودش به شما میفهماند. مثل همیشه بسیار مسئله های مهمی دارد. سر دارم. با فکرم که گوش کردن میخواهید. جیغ زنید، بیاید. کنی بینم چی گفتنی ها دارد. یکان ناخوشی نبراید خوب است. خانم عزیز، مرا قبول میکرده باشد؟ سمی کی باشد میکند، پرو نکن، غمش رو نخور. سمی نه تنها با عقلش بلکه با خونش آدمی آنهاست. کنی بینیم. اکنون همه کار در دستش ماست. کاری کرده انجمن رو راضی کنید. اگر راضی کرده نتوانید، اون بخوری به خبری پیسگور کرده اتون البته به گوشی اونها میرسد. شما نگران نباشید، من راهش رو میابم. تا به امروز دلی چندین کس را یافتم. شما از من منتظر مژده باشید. تو بعد خیانتی صادر کرده ات چطور توانستی به نزد پدری من بیایی؟ ثابت. این خیلی گب نزن یگیت. چیزی که هست تو نمیدانی. مثلا سیرشتی تو؟ سیرت اصلی تو را؟ مرا بکشو، این خیلی گب نزن یگیت. خیر، با تو بر این خائنان چه خیلی گب زنم؟ اکه ای ثابت؟ ما در این دواتو را ثابت میشماردیم، لیکن تو نابکار بر آمدی. من میروم. اکه ای ثابت؟ برای چی این خیانت را به من روا دیدی؟ بگو، برای چی خواستی که من به محبس روم؟ دیگر معنا ندارد این کار. تو کارت را علاقه کردی. بگو، برای چی کردی؟ برای چی مرا فروختی؟ نمیگویم یگیت، نمیگویم. میگویی؟ از من چرا پنهان میکنی؟ بگو، همش را بگو. میگویم، ثابت. برای شان و شرف خواهرم کردم. آن احمق، آن دختری درویه را تا حال خواهر میگویم؟ ثابت. پس اگر او خواهرت باشد، ما کیم؟ ما کیم؟ ثابت، ما برادر تو نیستیم. اگر نایلش در محکمه مرا فروختی، زیری خطر مانده، پس چرا در آن خانه هم مرا فروختی؟ برای چی؟ کپسم مرا فریب کردند. فهم. با من گفت که مرا از دست آن آدم ها خلاص کن. آیا من چی کار میکردم؟ برای چی باور کردی؟ گمزن، آیا تو نمیدانستی که وی پشتیبان دوای آنها میباشد؟ نمیدانستی مگر؟ میدانستم. پس برای چی باور کردی؟ خواستم که باور کنم. میفهمی؟ خواستم که باور کنم. به تو خواهرت حیات خوشبختانه خواهانم ثابت. یگیت، تو مرا نکشی، مرا از نزد دور نکن. همین خیرگوی، یکومین خائنی که میکشم این تو نیستی ثابت. سپاسم را بپذیرید. عالی جناب، من بر این یک شخص ناکس و عاجز را به حضورتون قبول کردید شکر میکنم. مثل من بر این یک شخص ناچیز در حضور شما بودن این بهترین شرف است. مینی، گپ را دراز نکن، سری مقصد بیا.
چطوره که خودتان میدانید ناکامیابی هایی که وقتهای آخر رخ داده استاده است خطر کلان برای 200 ساله حکمرانی ما در این سرزمین می باشد. کودکان دهاتی به بالای سرمون برآمدند. مینیک، ما هم از این کارها با خبر هستیم. گبرو دراز نکن، تو چه فکر داری؟ بگو. التجا میکنم خطا نفهمید. این کار اصلا اختلاف شخصی من نیست. باوری دارم که این خلاص مینیک. فقط از خاطر دعوای عالی همون میگویم. متاسفانه آقای پیسگار از عهده این وظیفه مقدس برآمده نمیتواند. این کار انقلاب تو را آموخته کرده است. حالا باشد از علیه نزدیکترین دوستانت تبادلات کردنی ها؟ آلی جناب، انقلاب کردن این اختصاص من است. حقیقت عیان و بیان می باشد. از شما خواهش کرده و گریه کنان خون پیسگار و پیکاس را طلب می کنم. همین مسئله را یک دیده براید. مرا خطا نفهمید آلی جناب. پس کدام نقشه را فکر کردی؟ اینش را شما میدانید. به خون انجام دادن یا اینکه به خون؟ زودتر، زودتر این کار را با آخر رسان. آخر رسان. ثابت از پی کار خودت شو. باز همین گناه کشتنی برادر به من نمی رسید. آیا باز یک جا می شویم مثل روزهای گذشته؟ ها؟ تو از پی تقدیری خودت رو. این لحظه های واپسین عمر من است. اگر یک جا نشویم، برای من مردن و زیستن فرق ندارد. یگید، اگر این کارا تو نکنی من میکنم. تو چی کار میکنی ثابت؟ در جاشمان زودتر. از آنی که بنامی خواهین زنده مانم، مردنم برایم بهتر است. یگید، کوهین سلاح را با من ده. سلاح را با من ده گفتم. آن از آنی من است. ثابت گفتم که با من ده. تیزتر. تو چی کار میکنی ثابت؟ مگر دیوانه شده ای؟ آیا تو دیوانه شده ای؟ قریب بود که مغز سرت را پاش می دادی ثابت. یگید، من با تو بازی نکرده استادم. از اینجا یا مرده ای من می براید یا اینکه باز مثل پیشینه دوست می شویم. برای من راه دیگری نیست. اوکی ثابت، میگویند که اسبی که یک بار آب خورد سرش رو نمی برند. وقتی که تو رفتی گویا که پایهایم را بریدند. اوکی ثابت، تا مردنمون ما بر ضد آن نامردان می جنگیم. مایلش مینیک، من یک چیز را فکر میکنم. چرا ارزوی نیز کردنی پیسگار را داری؟ انجمن بزرگ حادثه ویدیویی فیته را پیش از انتخابات تشکیل کردیم و نتیجه میخواستگی همون را به دست آوردیم. پیسگار و آدم های نابکارش میترسم که بعد از نشر شدن فیته ها نقشه هایمون را برباد ندهند. در 20 سالی که انتظارمون است امکانیت بهترین است. تمام محاربه هایی که باختیم از این روز اعتباراً با یک قربانی خونین سر میکنیم. برای انجام دادن این کار یک انسان با تجربه و روشن فکر لازم است سر دارم. برای این تغییرات باید یک تبدلات خونی نیرو انجام دهیم. مثلا چگونه تغییرات؟
یک تغییراتی که به همکاران روی زمینی و دوستان جانی همون اتحاد شده در سال 2011 به شما حکومت طلایی را تقدیم کنیم. پسگار را دوست می دارم، اما یک سال شد که در یکان نقشه های عملیات و سوی قصد داده اتان موفق نشد. یعنی یگانه پسگار گناهکار هست؟ البته عالی جناب، اما وقتی که انجمن بزرگ پسگار را از وظیفش آزاد کند، پس همه به خلاصه آمده خودشان را به نظام می درارند. یعنی که با گروه های تابستانه برای رفرندومی که در تیر ماه می شود خوبتر آماده می شویم. این فرصتی بزرگ است. بایلش باید این مسئله را کمی فکر کنیم. قرار نیست که با آسانی دهیم. در بیرون منتظر شو، تو را جغ می زنیم. تشکر، تشکر عالی جناب، امیدوارم. چی شد پیکاس؟ آیا یکان گپ شد؟ کایامینیک از شما بی خبر با انجمنی بزرگ وا خورده است. حالا باشد در آنجاست. تو چی میگویی؟ چی خیل میشود؟ با کدام جرأت؟ جناب از پس ما چی کاری کردنی است؟ از این امینم. کنی بینیم قرارشان را میداده باشم. بسیار هم در هیجان میباشم. پس کی معلوم میشده باشد؟ معلوم که شد جیغ میزنند. دلم قریب میکفید. احمق اینا بکار همه ما را میفروشده؟ حالا ایستید، در حال خودتان را گم نکنید. مینیکم مرا به آسانی نمیفروشد. شاید یکان کاری آجلش باشد، شاید انجمن دعوتش کرده باشد. جناب این کار خطاگی ندارد. التماس این را به اینابت گیرید. مایلش او را جغ زنید از گوش هایش میکشم. اگر در حق ما یکون سخن ناشایه میگوید؟ گفتم که مینی کم این خیل کار نمیکند. آرام باشید. اینا با کار چخیل اینقدر ناباور است میفهمم. کاش که امروز که فرصت بود او را پرانده میکشتم. وقت اینجا آمد پس میبینید که شما خطا کردید. صبر کنید. آقای مینی، انجمنی بزرگ شما رو جغ میزند. قرارش رو برآورد. وای وای وای، منتظری خبری خوش می باشیم. یا خبری خوش رو می گیرید یا کله مرا. سخت می ترسم. ما با گفته های تو نظر کرده قرار دادیم. اول اینکه تو خدمتگاری پسگار هستی و این رفتاری که نسبت او میکنی ناحرمتی است و کاری خوب نکردی، اما سخن های تو حقیقت دارند. ما این رفتار تو را همچون صداقت به دعوای بودامون میشماریم. آیا خطا نمیکنیم؟ در حقیقت هم فکر خوب کردید سردارم. میدانید همش برای همین دعوای خودمون بود. تو حق بودی. تو را مشاوری مخصوصی انجمن انتخاب کرده وظیفه دار کردیم. جدی میگویید؟ ما که در کارمان شوخی کرده بودیم. نه انجمنی بزرگ، میبخشید عالی جناب، از خرسندیم. من از این پس مشاوری شما هستم. بله، حالا میتوانی که روی نقشه کارت را گیر و کارهای لازمه را فردا سر کنید. کوشش میکنم لایق این کار باشم عالی جناب. میتوانی که بروی. عجب و چی شده است؟ کایا کار حل شده.
چی گفتن؟ پیسگار پیکس حاضر آل نام نشان جان نماند. پس چی کار میکنیم؟ آرزو تو به این حجت هایی که در دستت میباشد به نزد نامزد علم حاضر آل میروی. چی مواد است؟ ویدیوی شرم‌آوری حاضر آل با دوست داشتهش. این را برده به او میگویی که یا بیمار میشوی یا اینکه در زیر خاک میشوی، یک تو را انتخاب کن. پس از پیکاس چخیل خلاص میشویم؟ انجمن از او به آسانی خلاص شدن نمیخواهد، یا با ما همکاری قبول میکند یا اینکه به مزار میرود. مایلش پگاه به او یک نانشته کاری کلان تیار میکنم. نه او قبول نمیکند، میگوید که من به پیسگار خیانت نمیکنم. دیدی که نشد او را کش؟ حیف میشود، پیکاس آدمی نغز است. بلا به پس سرش، مثل او سرها آدم است. آنها را اینقدر واهمه نکن، ما باشیم با تو به نزد پیسگار دو آدمی با مهارت را روان میکنیم، سرش را بریده به امنیت میفرستیم. مینیکین وحشت آور است، تو یکون جانور را سر زده ای؟ سمی باید عبرت شود، عبرت. وقتی اومده است که همه باید بیند تا انجمن علیه نابکاران چگونه رفتار میکند. ها فراموش نکنید، پیش از بریدن سری پیسگار از تلفن او به ایگیت زنگ زنید. همه ای گناه را به سری ایگیت میزنید. حالا همه از پای کار شود، از من منتظری خبر باشید. فهما؟ فهما، شما برایید. من با انجمن آیدی یک مسئله مهم وا میخورم. مشاوری مخصوصی انجمن شده، باور بکنی. مرحمت. مرحمت. فریاد کنم نمی رسد آوازم، من نی بخرم تو را به نی بینوازم. نیازی دارکشو سرکمیسر با دقت باشید، این سگ ها دارو کردگی نیستن، باز یکی نگذارم. آها نیازی چی مرا با سگ برابر کردی؟ حیفی تو. گپ نزن، گپ نزن. سرکمیسر شما رو این خیلی دیده خیلی غمگین شدم. انشالله که بخری بسیار میشوید، باز مثل پیشینه میشوید. سرکمیسرم ها؟ بله. در ماشین آقای ممدو میگفتی باز چی شد؟ راستش رو بیام کنی دراز کش؟ ایستید یک دقیقه، دراز کشم گفته یعنی چی رو دارن زدوری؟ نه برای خیری، با کی دراز کشم گفتنی بودم؟ من بالی گفتنی بودم. بس کن راگرد، نباشد زیری پا گرفته. با خدا من در اینجا خوبم، میخوردیم و مینوشتیم، از آسمان نان آب میامد. با خدا من در اینجا خوبم، براحت میباشم، رحمت کلام خداوند راضی باشد، من به هیچ جا نمیروم، نمیبرویم. نیازی او رو برار، نباشد زده زده می برارم. سراغه خطاست خیری، تو بر این انسان ها را فاندی حق حیوانات نگاه بین میکنن، فهمه؟ سرکمیسر من از پلیس بودن نیازی دعواگر می باشم، او به شخصیت من حقارت کرد. ای من به شخصیت تو. دفشفت رو نبینم. این چیگه بستن؟ من به سودی بین المللی شکایت میکنم از بالای شما. برای چی این نابکار رو آزاد کردیم؟ ها؟ برای چی؟ اقلا پیش از آزاد کردنش یک دو شپلاغ میزدیم. نیازی های های ایست. اوف. در درون بسیار خوب بود. اکنون من سرکمیسر یکیت رو از کجا میابم؟ خیر چارش رو میابم. ما برای چی این نابکار را آزاد کردیم؟ برای چی؟ اقلا پیش از آزاد کردنش یک دو شپلاق میزدیم. برای یافتن یگیت یگانه راه خیری است، آنها حتما مخفی با میخورند. آیا یگیت سرکمیسر نمیداند که ما از دنبال خیری میشویم؟ این مراتب کار را جدی میکنیم نیازی، به گوکخان گفتم دقت کند. عالی جناب، آرزو مثل خواستهتان کیا مینیک را به دام خودش افتاند. مینیک با هیجان آمده گمان میکند که همه کار را خودش کرده است. بله این راه بهتر است،
بگذار همه را مثل خودش داند. عالی جناب، پس از پیسگار بر این سردار روی گردانیدن تا کدام درجه راست می باشد؟ می دانی که دادستان باز به وظیفهش برگشته است. یگان راه یافته پیسگار را به محبس می کشد. این برای ما خوب می شود. وقتی که پیسگار را نیست می کنند، همه این نقشه و عملیات ها را در سری او می زنیم. یعنی که گروه ضعیف را پرتافته به جای آن گروه نو را تشکیل می کنیم. همین خیل که شد، شما مثل شیری سفید بگناه می شوید. فهمیدم آلی جناب، بسیار هم خوب فکر کردید. بتوانید روید. سلامت باشید. کتاب گفتهاتون رو آوردم. یک یکیت بود. تشکر سلیمان. سلامت باشید سردار. خوش آقای داستان. سردار. بار دیگر خدا شفا دید. تشکر آقای داستان. کاراش کلمیم دو؟ گوکخان از دنبال خیری است. اگر با یکیت وقرد با ما خبر میدید. من به محکمه نامه نوشتم. برای آزاد شدن پیسگار و دیگران اعتراض بیان کردم. طلبی دستگیر کردن آنها را محکمه و سودی عالی قرار میدید. آنه این خبری خوب است. ممدو، باگا خان زن زده تلفن رو به من ده. فهم و سردار. کنی بینیم یک ناویگری هست یا نه؟ سرکمیسر گوخان، من نجیب سردار. گوش میخونم سردارم. چیکار میکنی؟ پاییدن را دوام ده. بله سردارم. خیری با مکانی که دیروز حمله کرده بودیم با اونجا اومد. با دقت باش تا اینکه تو را نبیند. نه سردارم، از دنیا بخبر است. یگان وقت بگیرد و اطرافش نظر نمیکند. یگان نایوگری که شد با من خبر ده، فهمیدی؟ اتحاد سردارم. کار میکند ها؟ این اکه یکی در حقیقت آدمی با عقل بوده است. تا با که از پولیس گریخته عمر بسر میباریم؟ تا آن دمی که پیسگار را یافته نکشم. بعد خودم رفته تسلیم میشوم. یگان رای این کار را یافته نوزیم. لابای سرکمیسر، این من خیری. بر آمدی خیری؟ بله بله. با شما خبرهای مهم دارم. مکان پیسگار رو یافتم. در کجا بود است؟ وقتی که آمدم میگویم. شما در کجا هستید؟ در یگان مکان سیر آدم وامی خوریم مثل بیکاز. مایلش سرکمیسر، مرا انتظار شوید. چی شد؟ خیری آزاد شده است. میگوید که مکان پیسگار را یافته است. بیا میرویم. سرکمیسرم، خیری از اینجا می براید. سراسیمه بر آمد.
بگمونم که با یگید وام میخورد. فهمو تعقیب رو دوام ده. مایلش سرکمیسر. اکنون که پیسگار را دیدم از پیشش گذرم یا از خفایش سمی؟ از قفایش آمدن گیر. پیسگار رو دعوت کردی؟ در راه هست. از ما شبه نکرد همین خیل؟ از سخنان شکرین من کی به شبه می آید سمیر؟ او همیشه به من باور میکر احمقی نابکار. این باشه قابلیتی مخصوصی من است. عجبا عزیزه چیکار کرده است؟ ها یک زنگ زنم. سلام خانم، مهمان عالی قدر ما آمده است؟ حاضر به درون می دروید. بسیار خوب، نترسیده به اصول خودت کار را انجام ده. ای خودت خوبتر می دانی. یاردم چیان آماده خدمتن، از من منتظر اشاره. آه عالی جناب، خیر میلش به شما برای کار. میلش تو بازدید. آه چقدر دسترخوان زیبا. شیری مرغ نمی رسد. شنیدم که تو قهوهی وند را دست می داری، مرحمت شین. تشکری زیاد. قیماکی تازه بوده است. اصل هم تازه است، از رنگش معلوم است. برای شما تیار کردم. قیماک خورم وزنم زیاد می شود. تشکر. کم ترکک، خواتر نشوید، زهر ندارد. کم ترکک. کنی گیری کنی. بخیر است سرکمیسر، برای کشتن پیسگار سر و لباس میگیرید. ایست من از درون پرسم، شیمو کاستیوم برای شخص میمردگی هم هست؟ این آدم هیچ گاهی وزن نمیشود برادر، در معنی سری تو آب هست. البته اکا جان، معنی سر خودش از آب میشود، مثل روغن باید حرکت کند. شما یکان بار معنی قاخ رو دیده؟ بله دیدم خیری، حالا در خفای من بالای گردن تو ایستاده است. خیر مایلش، بلا با پسش، شما رو یک جا دیده خیلی خوشتر شدن. دست دستت رو گیر، گم دستن. اکنون بگوی که پیسگار در کجاست؟ به خونه سمی و چراغلو برای نانشته رفته است. من 500 لیره زرار دیدم، اما خبر از منبع حقیقت آمده است. اکا ما رو گوش کن، یکون کس تو رو نظارت نمی کند. مرو نظارت میکردن. اکا ایسا بید، من در پس سرم هم دو چشم دارم، مرو نظارت میکنند. مینه خوشکت از سرت ماند خیری. مادامی که زیر نظارت نیستی پس گاخان در اینجا چکار میکند؟ زودتر شوید، کمتر پس تمامی مقامات امنیت به اینجا هجوم میکنند. بله با من اجازت، من میروم. خیری، از آن سیگانه محتشم سیومش به کجا میرود؟ چی؟ من گمون کردم که شما کار دارید، برای همین قدر. چی کار کنیم میگید؟ کوریس بینیم،
همیشه راهی حل وجود دارد. بله، حالا بیایم به سری مقصد. سببی دعوت کردن از چیست؟ برای چی مرا جیغ زدی؟ کمی گپ داشتم پیکاس. اویدی مسئله های دولتی. مرحمت، گوش میکنم. با گمانم که ترکیه ایواز شده استوده است. اقتصادیات پر قوت میشود. اکنون در دنیا گپی ما هم میگذرد. بله، در حقیقت همین خیل است. افسوس که ما این رو نمیکنیم. دیگران میکنند. پول را هم آنها جمع میکنند. خانم عزیزه، از شما یک چیز را پرسم. مرحمت. این جام چقدر پر است؟ نیمش. خطا کردی، همش پر است. نصفش از آب، نصف دیگرش از هوا. اگر آب را کریزیم، هوا جام را پر میکند. من همین را در نظر دارم. تغییرات از دیگر جای به وقوع میآید. مثلا سه دسته فوتبال رو میگیریم. وقتی که کامیاب نشدن، بورس چمپیون شده، جای آنها رو پر کرد. با من فرق ندارد. من این بیچاره ها خرسندی کنند. برای من فرق دارد. این خلکارهای مایده عاقبت سبب پیشگیری کارهای کلان شده میتواند. یرتولوغ غازی اولین قدم های دولت عثمانی ها را در بورس گذاشته بود. حالا دیگر آدم هم قدم های پرقوت خود را باز در بورس گذاشته است. آن تقدیری که برای آنها نوشته بودیم، آن را عوض کردند. این مسئله جدی است. من فوتبال را نزد نمی‌بینم. برای احمقان است. 22 آدم از پای یک توپ می‌دوند. این کار دیوانه هاست. این کار نیست که واهمه اش کنی. نقص میبینی یا نمیبینی فرق ندارد، اما چمپیون شدنی اونها به ما نشان داد که بعضن میلیون ها پول صرف کرده کارهایی که موفق نمیشوید شخصان دیگر با پول ارزان کرده میتوانند. حالا هم از فوتبال سخن میکنی؟ بله، اگر یک دسته 200 میلیون دلار صرف کند و چمپیون نشود، مخلصان سری یگان کس رو می خواهد. این سخنهایت به من خوش نامد. یگید، از اینها چه خیل خلاص می شوید؟ شما پروانه کنید، آنها رو آواره کنید، من یگان خیل فرصد یافته می گریزم. فهمو، اما چه خیل؟ ای برادر، یک دخه ممکن تو را؟ لا بایکو. اندازه پای تو چند است؟ 41، برای چی؟ اینم مثل تو یک برادر دارم، التماس، با من یاریده. مایلش، خوب شده است. بسیار خوب، رفتیم. رفتیم اکنی صورت. سردارم، خیری و یکی دو خوردم. در بازار بیکوز زودتر بیایید. مایلش کخن، تا آمدن ما تا از دنبال آنها باش. هرگز حمله نکن، فهمم؟ اطاعت سردارم. اگر خواهی که چمپیونی جهان از دست ما نرود، باید سرمربی دسته را عوض کنیم. نباشد سه چهار کودک دهاتی آمده از دستمون جام را میگیرند. این را کی میخواسته است؟ سردار میخواهد، مامور میخواهد، مخلصان میخواهند. گروه سرمربی دارد. اگر او رود، یاردمچیان او هم میرود. نه، یاردمچیش اولادان این کلوب میباشد. اگر سرمربی که رود، بجای او کی میشود؟ البته که یاردمچیش. با فکری من، وقتی که از یک دره میگذری نباید از پدرایی وز کنی. سرداران همیشه این سخن را میگویند. یک جا آمدیم، یک جا میرویم. برای چی این قانون حالا عوض شده است؟ من این را نمیدانم. لیکن شرطنامه سرمربی کیها باز قطع شده است. حالا کار به عهده یاردمچیش افتیده است. اگر قبول کند،
شما با سردارتون بگوید که یاردم چی این دسته دزدی مزار نیست. او خودش میفهمد. اگر یاردم چیش وظیفه را قبول نکند متاسفانه شرطنامه او هم قطع می شود. مرا گوش کنید خانم عزیزه، من از سردار را می شناسم نه مخلصان را. به سردار بگوید که یاردم چی همراه آن آدم آمده است، باز همراه آن آدم می رود. فهمیدید؟ دیر ماندی پیکاس. آن سرمربی زمان های در فرودگاه دست بالای دست می شد، حالا باشد در تالار مسافران تنها می باشد. چی شد باخان؟ با اون طرف رفتن سردارم. بیا از دون بالاش میشه. تو ترسم. روگر روگر. گاز رو زرکن زرکن زرکن. گپی که با تو گفتم به همه رسان. در آیین ما هم دیگر رو نمیفروشم. وقتی که شما در این راه می رفتید ما از اون راه بر می گشتیم. باشه دیگه اینجا بوده است. از ماشین فرار. خیری این یکیت نیست؟ تو کیستی؟ شناس کنم سردارم دلاور. صحابه دیگه در کجاست؟ نمیدون او رو نزیدم. سردارم با خدا که او یکید بود. بسیار خوب نرویم. آقای ممدو خوش آمدید محترم عالی جناب. اکنون نزید سردارگاه خاند را کمی سرزنش میکند. خیلی چیکار کنم؟ دیگر علاج نبود. خوش باشید خوش باشید. مرحمت سردارم مرحمت. ناگهان به سوی آن حمله میکنیم، چاره دیگر نیست. خیلی دیگر چیکار کنیم؟ خب رفیقان، برای این دعوتتان از شما قرض دارم. مرا نگران کرده سردارم، بسیار انتظار شدم. یک بار دیگر خوش آمدید.
این لایق شما نیست، اما به گمانم که دسترخوان به شما معقول شد. بله بله، مرحمت سردارم. معقول شد، معقول. لیکن دیروز به گوشم بعضی گپ ها رسید. آن سخنان کمی کیف و صفای مرا پراند. چقدر سخن ها بودن سردارم؟ خدایا خدایا، گویا از من بخبر با انجمن واخورده ای. امر و فرمان های ما را ویران کردن و به این آبند نگرفتن علامت خوبه ندارد. آلی جناب، من از شما بخبر؟ میبخشید، من نرفتم. این دروغی عظیم است، این تهمت میباشد. سردارم، بیایید مانید این سخنهای دروغ پروغ را. مرحمت کنید، گیرید، کمی دهانمان شیرین شود. کنی دهانت را کشا مینیک. آیا تو خانه سمی را میدانی؟ بله سردارم، میدونم. نباشد گز را زیر کن. اصلا یک گپ را به شما گفتنی هستم. چه بوده است؟ بله، دیشب به نزد انجمن رفتم. گفتی که اینها دروغ هند. لیکن به خاطر شما رفتم، با آنها کمی صحبت کردم. کدام مسئله؟ آید شما و ناکامیابی هایشون. چی میگوی مینیک؟ تو چی خیلی سخن کردی استاده؟ آخر حقیقت رو با شما میگویم بیسگار سردارم. حالا وقتی این نیست آقای بیسگار. این خودش چی گپ؟ دنیا چرخ میزند. متاسفانه وقتی که دنیا چرخ زند تغییرات می شود. مثل شما بر این آدم ها می روند. احمق، بی ناموس، مرا فروختی. متاسفانه این را فروختن نه، بلکه تغییرات می نامند. آقای پیسگار پول خوب هم جمع کرده، براحت باشید. گبزن آخیر، گبزن التیموس، گبزن زودتر شو، پیسگار را میکشند. هر دواتان را کشته جسدتان را بلاش خورها میپرتایم. این کارتان اکنون امکان ناپذیر است آقای پیسگار. تو را من به وای رساندم، من کلان کردم، من آدم کردم، مکافات من همین است. آقای پیسگار، این کارها را شما از من خوبتر می دانید. حیات از خیانت عبارت است. شما همزمانه با مرد ایوین خیانت کرده بودید. ترسم از آن روز که آید بسرم. آمد بسرتان. تو خودت را کی می شماری؟ تو را مثل حشرات زیر کرده می کشم. مرا شنیدی؟ این را دانسته گیر. از به دنیا آمدنت هزار بار پشیمان میشوی. مینید این ها در چه خصوص گپ میزند؟ نابود حالا ایست. در اینجا کارهای عجایبی میشود. نکنید محترم آلی جناب، چی خیلی که نباشد نفسهای آخرات. شما تا حال استاده سلاحهایتان را گرفت، هرداشتان را کشید. مرا نمیشنوید؟ با شما میگویم آنها را کشید. شما به گمانم که تا حالا نفهمیده بندی گردن شما را من و سمینه بلکه از بالا کشیدند. خودش چی گفت؟ چی کار میکنه؟ وای وای وای، اینها بزم را به من سر کردنی هست. مینیک باز انقلاب کردنی هست به فکرم. شیر بچه ها سلاح ها را فرارید، فرارید. تلفن شما زنگ میزند. مرحمت لب. جناب، جناب، حادثه ناخشه می شود. عزیزه قصد کشتنی مرا کرد، با دقت شوید. شاید کیا مینیک به شما چاه تیار کرده باشد. اگر در راه باشد هرگز نروید. در حال برگردید.
دیر شد بکس زود باش زود باش پیشکار را میکشم زود باش اکنون شما به تلفن احتیاج ندارد عالی جناب جانم پیکس شما را نجات داده نمیتواند به هر حال اگر سخن آخران داشته باشد مرحمت اگر نداشته باشد عالی جناب جان بردم سرتان را نوشوکی های خوشتم از جمعیت دوره مسئولیتش محدود اکوا جوس، شربت های شیفا بخش از میوه های تاجیکستان، با تکنولوژی زمانوی تترپک شویتسیا، نرخی ارزان، صفتی بلند و لذتی ببه ها.